تشکر از شما رفیق جان عزیز. رفیق الوند بفرمایید. سپاسگزارم پویان جان، خسته نباشید. ببینید، باید یک نکته رو ما روش تأکید بکنیم که سرمایه برای پیشبرد منافع اقتصادیش همگون عمل نمیکنه. اگرچه ما بر این باور هستیم سرمایه جهانیه، برای نمونه همین آقای فوکویاما، فرانسیس فوکویاما، با توجه به اینکه یکی از نظریه پردازان تئوری نیولیبرالیسم در دولت، یعنی جزء مکتب شیکاگو، ایشون مخالف حمله نظامی به عراق بود. مقالات متعددی ایشون در روزنامه نیویورک تایمز نوشت در رابطه با اینکه چرا نباید به شیوه حمله نظامی که در افغانستان آمریکا انجام داده. صدام نمیاد سیاوش جان؟ من یه مقداری هم فکر کنم بلندگوم، خیلی دیگه تا آخره و باشه تلاش. من یه مقداری بگم، من یه مقداری هم ناراحتی هنجرم دارم، اجازه فکر کنم سیاوش از یه مقدار زیادتر صحبت کنم، فکر کنم فردا باید برم دکتر، عذر میخوام ازت. در واقع آقای فوکویاما یکی از مخالفین جنگ و حمله نظامی به عراق بود. ایشون در مقالاتی که در روزنامه نیویورک تایمز می نوشت به دولت مردان اون دوره، یعنی بوش و چینی و رامسفلد و کلی و اینا، می گفت یک چنین حمله ای در واقع یک فاجعه اقتصادی برای آمریکا، نمی گفت البته بعدا به فاجعه نظامی تبدیل شد. یعنی سرمایه‌داری هم با توجه به اینکه در کلیت خودش منافع مشترک داره، چی منافع مشترک؟ در یک حوزه جغرافیای معین سیاسی، البته اقتصادی و سیاسی، همزمان هم در درون خودش تضاد داره. یعنی گرایشات مختلف سرمایه‌داری جهانی برای پیشبرد منافع خودشون تلاششون بر اینه که اون سیاستی رو بر همین دولتایی که بعدن، حالا بحث دولت ملت نمی کنیم، چون واقعا اینکه دولتها خارج از الادی شرکت‌های بزرگ بین المللی در آمریکا دولتی نخواهد بود. دولت همین انتخابات اخیری که در آمریکا برگزار شد، هزینه چیزی حدود یک تریلیون و تو 100 بیلیون بود. یعنی واقعا در تاریخ انتخابات آمریکا هم این پرهزینه ترین انتخاباتی بود که برای سنا برگزار شد و کنگره، و بخش عظیمی از این در واقع هزینه انتخاباتی رو شرکت‌های بزرگ آمریکایی و بین‌المللی پرداخت می‌کنند. و در واقع من وارد این مسئله نمی‌شم که در صورت دموکراسی سرمایه‌داری، دموکراسی از بالاست، مردم سر واقع خیلی ساده باید بگم به جنایتکارانی که قرار جرائم قانونی انجام بدن، برخلاف جنایتکارانی که جنایت از نظر اینها خارج از اون حوزه قوانینی که این جنایتکاران وضع میکنن حرکت میکنن، مجرمن، میرن زندان. ولی خود همین جنایتکاران برای توجیه جنایات خودشون و قانونمند کردن جنایاتشون رای گیری میکنن، به مردم میخوان که به کدام یک از این جنایتکارا رای بدن. و در واقع اون چیزی که در آمریکا صورت میگیره یک اینطوریه، میگن بین مکدونالد کنتاکی به یکی رای بدین، و آمریکایی‌ها هم بین مکدونالد کنتاکی به یکی رای میدن. چی کسی اینجا چی سودی از این میبره؟ اون دیگه بحث سرمایه بزرگ جهانیه. به همین علت به قول پرواز از این دوتا جان میل،
به همین علت وقتی ما بحث از منافع اقتصادی سرمایه‌داری جهانی میکنیم، اون چیزی را که میباید بیش از همه مد نظرمون باشه اینه که چی کسی این منافع جهانی سرمایه رو به پیش میبره. یعنی در هر صورت من با پویان عزیز موافقم، ما نمیتونیم هیچ سیاستی رو جدا از اون منافعی که این سیاست در قرار نمایندگی کنه اصلا در موردش بحث کنیم. دقیقا در واقع هر سیاستی ناشی از یک منافع اقتصادی، استراتژی اقتصادیه که یک چنین سیاستی رو تنظیم میکنه در جهت پیش برده و توسعه اون منافع اقتصادی. من هیچ مخالفتی با این بحث پویان ندارم، اما همواره این گرایشات مختلف در دور نظام سرمایه داری همگون عمل نمی کنند و همواره هم بدون تردید منافع سرمایه میلیتاریسم مخالف با منافع سرمایه داری تجاری و سرمایه داری صنعتی و سرمایه مالیه. اتوریتی سرمایه مالی به اعتقاد من الان به مراتب قوی تر از اتوریتی سرمایه نظامیه، گرچه ما اینجا و اونجا نقش بحران نظام، اهرم نظامی را در جهت رشد و توسعه بحران شاهدش هستیم. به اعتقاد من جنگ عراق در واقع سیاست سرمایه میلیتاریسمی بود، اما جنگی که در خاورمیانه یعنی سوریه و لیبی و من به نظر من نقش سرمایه مالی به مراتب کثیف‌تره. یعنی سرمایه نظامی تلاشش برای اینه که وارد این جنگ نشه، چون اگر هم واردش بشه فقط و فقط منافع سرمایه مالیه که 100% تأمین میشه و سرمایه صنعتی و سرمایه‌تریزم نظامی آنچنان سودی نمیبره که سرمایه مالی میبره. و به همین علته یکی از دلایل کاهش قیمت نفتم این تضادیه که در درون این دو گرایش ذهنی هست. یعنی سرمایه مالی فشار میاره پویان عزیز به سرمایه نظامی که آقا دقیقا همین بحثیه که بخشی از این راستای فاشیستای کنگره در رابطه با حمله به ایران و حمله نظامی، یعنی میگفتم آقا برای سرنگونی دولت اسد باید حمله نظامی کرد، ولی پافشاری سرمایه مالی مانع از این شد که این سیاست تصویب بشه. من نمونهش در پارلمان انگلیس بود پویان عزیز. پارلمان انگلیس، البته خوب واقعه دارم که پارلمان انگلیس وقتی اینا میخوان یه چیزی رو رأی بدن بهش مثل گوسفندان میگن یه به، یعنی در واقع این واکنششونه. یعنی اگه واقعا یکی از این برنامه های پارلمانی که از تلویزیون پخش میشه موقعی که اینا میخوان بحث روزای چهارشنبه میبینه این صدایی که اینا در میانه شبیه گوسفنده. یعنی نقششون در جهت پیشبرد منافع سرمایه فقط همون نقش گوسپند و چوپانیه. من با توجه به این مؤلفه ها نباید، یعنی این بحثی که رفیقم پویان میکنه، رفیقم پویان من از نظر من اینه که با این که در درستی بحثش من تردیدی ندارم، ولی این درستی بحث یک بودیه، یعنی فقط یک بوده این توسعه بحران و تشدید بحران و اینکه چه کسی این بحران دامن میزنه و چه کسی در دراز مدت این بحران رو سودش میبره و چه کسی در واقع تلاشش برای اینه که این بحران به نوعی دیگری دامن بزنه. مثلا تلاش زیادی شد که کلینتون راضی کنن، معذرت میخوام، که اوباما راضی کنن که حمله نظامی بکنه به سوریه، ولی ایشون موافقه نکرد. البته ایشون که نه، اون جنایی که در واقع به ایشون در سیاست خارجیش مشاوره میده یا تأکید میکنه به رئیس جمهور آمریکا، به ایشون توصیه کردن که حمله نظامی به سوریه فاجعه است. دقیقا همون اندازه فاجعه هست که در عراق انجام گرفت. دومین مسئله دولت آمریکا یا اون گرایش سرمایه‌ای که دولت آمریکا در پشتوانی و تأمین منافع این گرایش سرمایه، البته منظورم گرایش در واقع یک اتوریتی یک سیاست ویلا، در اول بحثم روش تأکید کردن که سرمایه جهانیه و سیاست هر سیاستی هم که اتخاذ میکنه غلط یا درست در جهت پیشبرد کل سرمایه‌داری جهانیه.
ولی در چگونگی پیشبرد این سیاست گرایشات درون سرمایه با هم همگون نیستند. یعنی دقیقا همون ناهمگونی رو ما میتونیم معذرت میخوام دانا دقیقا همین ناهمگونی رو ما میتونیم در برخورد مسئله اوکراین هم ببینیم. آقای مکن میره اونجا و میاد آمریکا میگه باید حمله بشه، باید در مقابل در واقع نیروهای روسیه که قصد اشغال کریمه رو دارن وایستیم و این نقش میده به ناتو. در مقابلش آلمان ها میگن جنگ در اروپا فاجعه هست. در واقع دولت آلمان یا بخش پارلمان اروپا هم به نمایندگی از سرمایه جهانی حرف میزنه. سرمایه اروپا خارج از سرمایه جهانی نیست. این تناقضی که در واقع با به میزان شدت و حدت بحران در یک یا چند نقطه پی میبریم، به نظر من اون چیزی که در خاورمیانه در اتفاق میفته سیاست اون بخش از سرمایه مالیه که از اونجایی که نمیتونه میگه روال شکل ساختار اقتصادی این جوابه مطابق با حضور و توسعه سرمایه مالی نیست و از اونجایی هم که به سرمایه میلیتاریزم پشتیبان ابزار این سرمایه اعتماد لازم رو نداره که اینو در واقع اون استراتژی نظامی رو پیش ببره چون هزینهش بالاست. یعنی نه واقعا سوریه نه منابع نفتی داره نه منابع معدنی داره نه به لحاظ استراتژیک هم از چون موقعیت برخورداره که شما چندین تریلیون اونجا خرج بکنید، نمیتونین چنین هزینه رو بعدن پس بگیرید. دقیقا همون کاری که در عراق اتفاق افتاد، هزینه سنگینش در واقع رفت فقر و بدبختی و بی خانمانی. و من چند پیش مقاله میخوندم از یکی از نویسندگان روزنامه گاردین که البته ایشون آمریکایی تباره به نام آقای یانگ، در رابطه با بی خانمانی و صندوق غذا فود بانک. البته در انگلیس هم 600 هزار نفر به طور روزانه میرن از این صندوق های غذا قبل از حمله به عراق و بحران اقتصادی، بلخص بحران اقتصادی اخیر. ما یک چنین پدیده‌ای در اروپا نداشتیم. الان یه عمل طبیعی پویان از در انگلیس حتی سابقه نداشته. 1 میلیون نفر از گرسنگی میرن از صندوق هایی که مواد غذایی میدن که خیریه. در آمریکا بهش میگن فود بانک، در اینجا هم الان رایج شده به همین کلمه فود بانک. یه چیز بیشتر در آمریکا رایج بود. در واقع این هزینه توسعه و انتقال این بحران رو در همون ست مالی رو مردم آمریکا و مردم اروپا متحمل شدن، نه سرمایه‌داری جهانی به اون مفهوم کلاسیک خودش. در بدون تردید پویان عزیز این کتاب توماس پیکتی رو خوندین، البته من نمیخوام بگم حالا محتواش رو باید 100% قبول کرد، ولی اون نکاتی رو که روش تاکید میکنه، همین کپیتالیسم این 21st century یا سرمایه‌داری در قرن 21، توماس پیکتی نویسنده اقتصاددان فرانسویه، در واقع ایشون در اینجا تاکید میکنه که میزان ثروت ثروتمندان از بعد از فروپاشی دیوار برلین نسبت به میزان فقرا چیزی حدود 40 برابر شده. یعنی همین نمونه بارز همین خانم اوریل که همین یکی از میلیاردرهای فرانسوی هست، میگه ایشون قبل از این جنگ حمله آمریکا به عراق ایشون ثروتش چیزی حدود 4 بیلیون دلار مثلا میخوان 4 بیلیون یورو بود. از بعد از اون تا الان، یعنی با توجه به این همه بحران اقتصادی که در اروپا برشکستگی بانک ها که عمدتاً همین برشکستگی رو دولت همین دولت هایی که در واقع میگفتن دولت نباید در همه چیز بذاره به عهده بازار و دولت نباید هیچ نقشی در واقع رشد و توسعه سرمایه داشته باشه، همین دولت هایی که اینا میگفتن نباید باشه، هیچ رولی نباید داشته باشه، این دولت ها من نمونهش حالا من آمریکا که تریلیونه، در همین انگلیس با این اقتصادی که واقعا میگن اگر اقتصاد آمریکا سرفه بکنه اقتصاد انگلیس سب میکنه، چیزی حدود 120 بیلیون
پن که چیزی حدود میشه 60-70 بیلیون دلار رو اینا گذاشتن به عنوان بدهکاری دولت، هزینش کردن برای مردم. یعنی در واقع مردم انگلیس باید این ورشکستگی سرمایه مالی رو متحمل بشن. منظورم اینه، اون چیزی که داره در خاورمیانه اتفاق میفته با همه اون مؤلفه هایی که شما در عرصه بین المللی روش تاکید میذارین، به اعتقاد من این تناقضیه که تضادیه که از یک طرف دو تا نگاهه. یک نگاه میگه ما برای کنترل و یک قطبی کردن این کنترل، یعنی کنترل یک قطبی نیروی رهبری سرمایه‌داری که باید آمریکا باشه رو اگه بپذیریم، از اونجایی که دولت آمریکا با توجه به حجم بدهکاری بین المللیش توانایی و قدرت مانور اقتصادی در رأس این سرمایه‌داری جهانی را نداره، در نتیجه ما باید یک تحولی بنیادی بر پایه این مدیریت اقتصادی جهانی بدیم. از طرف دیگر بخشی از سرمایه‌داران جهانی میگه برای حل این موزل ما باید از بازوی نظامی استفاده کنیم و این بازوی نظامی را بر علیه هر قدرتی که مانع از پیشبرد این استراتژی استفاده کنیم، از جمله پوتین، از جمله چین، از جمله هندوستان، یعنی هر نیرویی. با توجه به اینکه همه این دولت‌ها هم روسیه یکی از کثیف‌ترین نوع اولیگارشی سرمایه‌داری جهانیه، نوع لیبرالش هم هست. منظورم اینه که در چین هم همینطور. ما داریم با یک مجموعه سرمایه‌داری در درون خودش یک مجموعه، یک خط راست نیست. در نتیجه این درگیری، این تشنج و این دو گرایش یا سه گرایش سرمایه‌داری در عرصه بین‌المللی، این زمینش اینه که بحران‌هایی ایجاد می‌کنن که این بحران‌ها ناشی از پیشبرد این استراتژیه. من به اعتقاد من، یعنی از نظر من، اون چیزی که در خاوانی اتفاق میفته، مثلا برای نمونه شما مثال زدین که آقا کاهش قیمت نفت به ضرر شرکت‌های آمریکایی هم تموم شده، من میگم آقا ورشکستگی بانک‌ها هم به ضرر سرمایه مالی تموم شده و این سرمایه مالی هم بزرگترین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهانی بودن. بانک‌های مثل مورگان استنلی، سیتی بانک، بانک‌های مثل چندین بانک مثل نورتن بانک ورشکست شد. دولت انگلیس مجبور شد 20 بیلیون این بانک رو بخره، بعدن هم به قیمت بسیار نازل این بانک بفروشه، یعنی با پول مردم خرید و برای مردم این بانک رو فروخت. منظورم که این دولت، حالا این دولتی که نمونه محافظه‌کارشه، به اعتقاد من سرمایه برای پیشبرد استراتژی خودش در درون خودش حاضر سرمایه گذاری کنه و اون چیزی که در خاورمیانه در اتفاق میافته در واقع سرمایه گذاری در جهت پیشبرد این استراتژیه، یعنی کنترل یک قطبی کردن قدرت رهبری آمریکا بر رأس سرمایه‌داری جهانی. واسه همینه که اینها یکی از مؤلفه‌های کاهش نفت، یعنی فشار به عربستان که شما نباید ثبات تولید نفت پایین بیارین، و از طرف دیگر ماها هم سر این مسئله کاهش قیمت نفت در رسانه‌های اقتصادی بحث می‌شد و خیلی ها از این مفسرین نیولیبرال هم سر این مسئله توافق داشتند که برای کاهش، نه برای برطرف کردن بحران اقتصادی، بلکه برای کاهش بحران اقتصادی. چون اینا فکر میکردن مثلا اقتصاد اروپا به طور راندمان دو تا حداقل 1-2% رشد بکنه، نکرد. نه تنها نکرد، بلکه شاخص رشد اقتصادی مثلا در اقتصاد انگلیس چیزی حدود 1-2% بود، که البته اگر هم حرفای اینا را قبول بکنیم. دومین مؤلفه ای که اینها روی این مسئله تاکید میکردن کاهش، البته اینا من بگم اصلا این مسئله با شما موافقم که آقا نفت انرژی در اقتصاد آمریکا، از اونجایی که خود آمریکا تولیدات انرژیش کفاف نیازهای روزمره آمریکا رو میده، آمریکا نفت وارد نمیکنه، اما نفت هم وارد نمیکنه. یعنی شرکت های آمریکایی در وارد کردن نفت مستقیما به آمریکا هیچ نقشی ندارن، چون تولیدات داخلی
در واقع تولیداتی هست که شرکت‌های بزرگ آمریکایی در به دست مصرف کننده آمریکایی میرسونن. نفتی وارد نمی‌کنن و بالطبع قیمت نفت در آمریکا همواره پایین‌ترین قیمت حتی در سطح به اصطلاح کشورهای متروتون و پیشرفته بود. همیشه بسیار نصف قیمت در واقع میگن گاز پترول یا همون بنزین در آمریکا یک سوم قیمت بنزینه که ما در اروپا میدیم. دیزل من فکر کنم دیزل، شما به آمریکایی هم میگن دیزل، من نمیدونم، ولی میدونم بنزین میگن گاز. ما گاز به همون گاز میگیم در انگلیسی پرواز عزیز. به اعتقاد من اون چیزی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، بحرانی که در خاورمیانه ایجاد شده، یک استراتژی نظامیه. اینکه اما کنترل این استراتژی رو سرمایه مالی به عهده داره، یعنی اونجاهایی که لازم باشه با استفاده از نیروهای محلی، نه با استفاده از اون عظیمی که در واقع در جهت حمایت از سرمایه جهانی اینجا اونجا عمل میکنه، از اون استفاده نکرده چون هزینش بالاست. و در جنگ عراق هم نشون داده که واقعا دخالت نظامی آمریکا هزینش صدها برابر از استفاده از نیروهای محلی مرتجه عقب مونده ای که هم به لحاظ فرهنگی زمینه‌های ذهنی لازم در برهم زدن تعادل قدرت در این منطقه دارن، هم به لحاظ دراز مدت هم اینها میتونن نیروی کم خرجی باشن در جهت متعادل کردن اون بخشایی که در آینده اینها مثل عربستان، ایران و جای دیگه مثل ترکیه حتی. از این زاویه به اعتقاد من تلاش سرمایه مالی با استفاده از اهرم دولت‌ها، تلاشش به اینه که به طور مستقیم با استفاده از بازوی نظامیش وارد درگیری های جغرافی های معین نشه چون هزینش بالاست. اما از این نیروی نظامی فقط در جهت متعادل بردن قدرت بین اون نیروهایی که حاضر به پذیرش سیاست اتوریتی بین المللی سرمایه که در رأسش آمریکا و ماشین میلیتاریزمش هست نیستن، فقط برای اونها شاخشانی میکشن. از جمله برای پوتین، خانم کلینتون در مصاحبهش تاکید کرد که نه روسیه، چون روسیه میدونن یک جامعه سرمایه‌داری در واقع کثیف‌ترین نوع سرمایه‌داری اولیگارشی در نظام سرمایه‌داری جهانیه، نه جامعه چین، میدونن در هر صورت. ولی بس بر سر اینه که آمریکا باید در رأس این سرمایه‌داری جهانی باشه. حالا اگر از لحاظ اقتصادی بدهکاری عظیمی هم به چین داره، از لحاظ اقتصادی جامعه آمریکا در واقع این امپراتوری در حال فروپاشیه. نظر من اینه که امپراتوری آمریکا، رأس آمریکا مثل امپراتوری قبلی در حال افوله، در حال فروپاشیه و سرمایه هم برای حل این موزل فعلا از بازوی نظامی آمریکا در جهت در واقع برقرار کردن یک تعادل و برهم زدن یک تعادل استفاده میکنه. یعنی از یک طرف تعادل عدم خشونت نظامی را در اوکراین میپذیره و از طرف دیگر خشونت نظامی را با استفاده از نیروهای محلی در خاورمیانه دامن میزنه. یعنی این استراتژی که امروز در مقابل ماست و قربان، من دوستی هایی سوال میکرد، و قربانیان اصلی هم نه تنها الان در دراز مدت مردم این منطقه هستن. و این آشفته کردن، بحرانی کردن خاورمیانه به اعتقاد من اگر اینها فعلا در جهت مهار داعش هستن که فراتر از اون تصمیم گیری هایی که اینها نقشی را که برای داعش و نیروهای مشابه داعش در خاورمیانه دارن، فراتر از اون اگر از اون برن، اینها به عنوان یک نیروی بازدارنده از بازوی نظامیشون به صورت به اصطلاح محدود استفاده میکنن، صرفا اونها رو کنترل کنن. ولی اگر در واقع به یک شرایطی رسیدن که باید این بحران در خاورمیانه توسعه بدن تا بتونن بیشتر بر اون استراتژی جهانی که دارن بیشتر اینا در واقع تحمیل کنن به کسایی که مخالف توسعه این فکر هستن، حالا در نهادهای بین المللی، از جمله یکی از دلایل آشفته کردن اوکراین به خاطر مخالفتی که روسیه در حمله نظامی یا در ایجاد
منطقه پرواز ممنوع که واقعا هم توریه واقعا از لحاظ هواپیمای نظامی زد چندین از هواپیمای ترکی را که در هر صورت ترکیه عضو ناتو هست، با همون سلاح‌های عقب موندی روسی، میگای روسی که داشت، هواپیمای ترکیه را که قرار بود قصد تجاوز به خاک سوریه داشته باشن، اینا سرنگون میکنه و ترکیه هم تقاضا میکنه از متحد طبیعی خودش آمریکا و ناتو که ما یک منطقه پرواز ممنوع در سوریه ایجاد کنیم که روسیه وتو کرد. این باعث ناراحتی سخت آمریکایی‌ها شد، چون از نظر آمریکایی‌ها نباید یک دولتی که بخشی از نظام سرمایه‌داری جهانیه به اتوریته اینها را زیر سوال ببره. و خود همین اولا دیدین که روسیه رو تحریم میکنن، همین مسئله پایین آوردن قیمت نفت، چون واقعا روسیه با همه اقتصاد بزرگی که داره هنوز هم بخش عظیم از درآمد این کشور فقط و فقط از طریق فروش منابع طبیعی گاز و نفت و معادن روسیه هست. چون در واقع همین کاهش قیمت نفت روسیه در همین پروسه کوتاه چیزی حدود 150 بیلیون ضرر کرده و به همین علت آقای من الان جمع‌بندی میکنم و به همین علت آقای پوتین به دولت، به مردم روسیه هشدار داده که آقا من خلاصش میکنم، یه دقیقه کافیه، هشدار داده که باید کمربنده رو سفت کنین. سپاسگزارم پویان جان، ببخشین که زیاد حرف زدم، اجازه بدین مک قطع کنم. با تشکر از شما رفیق الوند عزیز، من سعی میکنم خیلی مشخص به مسئله برخورد کنم. من مسئله بحران خاورمیانه رو به این صورت میبینم که عمدتاً حاکمیت هایی که در خاورمیانه شکل گرفتن، این حاکمیت ها یا در اثر اصولاً جنبش های بورژوازی عمل کردن و بعداً از اونجایی که در چارچوب جهان امپریالیستی باید عمل می‌کردن، گرایشات خرد بورژوازی و گرایشات بورژوازی ملی خودشون رو تفحیص کردن به سرمایه‌داری که به طور مشخص تأمین کننده نیاز امپریالیست بود. یعنی یا کسانی مثل رضاخان رو عملاً روی کار میارن، ولی این فقط یک عملکرد سیاسی نیست، یک عملکرد در جهت منافع امپریالیست از نظر اقتصادی هم هست. یعنی زیرساختهایی رو میخوان عوض بکنن که این زیرساختها اون شرایطی رو به وجود بیاره که اون منافع رو حفظ بکنه. یعنی این رابطه رو در رابطه با مسئله سیاست، یعنی عملکرد سیاسی و اهداف اقتصادی میگم، باید شکل میگرفت. و در جای دیگه هم در سوریه کودتا میشه، این در سوریه کودتایی که میشه عمدتاً جریاناتی که روی کار میان خواسته های ناسیونالیستی داشتن، ولی این خواسته های ناسیونالیستی به همون صورت نمیمونن، عوض میشن. مسئله اینه که مناسباتی که در این جوامع بوده، اگر قبول بکنیم که مناسبات سرمایه‌داری عمدتاً سرمایه به عنوان واسط عمل میکنه، این مناسبات به علت ساختارهای تاریخی اجتماعی که داشتن به طور مستقیم عمل میکرده. یعنی چی؟ یعنی نقش سرمایه در پیش برد امر اقتصادی از طریق سیاست عمل میکرده. یعنی چی؟ یعنی رابطه مستقیم تعیین کننده بوده، رابطه مستقیمی که نقش سرمایه به طور پنهانی اون رو تعیین می‌کرده، ولی نقش مستقیم بوده. ولی این جوامع وقتی که به جوامع سرمایه‌داری تبدیل میشن، طبیعتاً سرمایه به عنوان یک عنصر اجتماعی عمل میکنه و این عنصر اجتماعی طبقه خواست خودش رو در این مناسبات اجتماعی شکل میده. این طبقات اجتماعی در واقع یک شبه شکل نمی گیرن و به طور مجزا هم شکل نمی گیرن، در رابطه با امر جهانی شدن سرمایه شکل می گیرن. یعنی به این معنی که این روابط با
هرچه بیشتر سرمایداران شدن این مناسبات. من به طور مشخص فقط مسئله عراق، مسئله عراق، ایران و عربستان رو مثال میزنم که اینا به چه صورت بودن و به چه صورت شدن. یعنی زمانی که مسئله حاکمیت گره میخوره با مسئله انرژی، مسئله نفت در این کشورها، این حاکمیت ها در واقع نقشی رو که ایفا میکردن از طریق امپریالیست جهانی عمدتاً امریکا این بود که در واقع کارگزاری باشن به عنوان در واقع بهره کشی این منابع زیرزمینی، و عمدتاً این در اون شکل از رقابت امپریالیستی به شکل در واقع کاهش قیمت تمام شده برای کالا در رقابت شکل بگیره. یعنی این شکلی از رقابت در چارچوب امپریالیستیه. یعنی در رقابت در چارچوب امپریالیستی با رقابت کالایی کاملا متفاوته. کالاها نیستن که در مقابل هم وای میستن، بلکه کاهش قیمت تمام شده است که میزان سود رو بالا میبره. به همین علت این روابط مستقیم که وجود داشته، این روابط مستقیم با سرمایه‌داران شدن این جوامع به این معنی که کالایی که قبلا مثل نفت در واقع کالای غیر سرمایه‌دارانه بوده، کالایی بوده که در مناسبات ما قبل سرمایه‌داری شکل می‌گرفته، امروزه سرمایه‌دارانه میشه. یعنی چی؟ یعنی ارزشش بالا میره و این بالا رفتن ارزش رو نه طرفین معامله تعیین نمی‌کنن، در واقع مناسبات اجتماعی تعیین می‌کنه. این مناسبات اجتماعی در شرایط حاضر با گلوبالیزیشن شدن این شکل حاکمیت مستقیم رو نمیپذیره. یعنی چی؟ یعنی خواهانه این است که نقش سرمایه به عنوان کارگزار عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی سرمایه است که امر قدرت سیاسی رو تعیین بکنه، نه قدرت سیاسی نقش عمل کرده سرمایه رو. و این تغییر و تحول امروزه که در تحول عمل کرده سرمایه، من اصلا بحثم این نیست که این مثبت منفی خوبه یا بده، این در کلیت خودش نقش سرمایه رو در این جوامع به نقش اصلی بدل میکنه و این نقش اصلی حاکمیت های نوین رو میخواد. و ولی همونجوری که رفیق الوندم گفت، دقیقا این حاکمیت ها سرمایه‌داری همگون در این رابطه عمل نمیکنه. در بعضی جا مثل ایران یک جنبش اجتماعی شکل میگیره، حاکمیتی شکل میگیره. این حاکمیت اگرچه منطبق با اون چیزی نیست که حداقل هنوز امپریالیسم به سرکردگی امریکا وجود داره، ولی این رو میپذیره. ولی این پذیرش به این معنی نیست که این جریان جریان گذشته خودش رو عیناً تکرار میکنه. این جریان با اشکال نوین خودش عمل میکنه. ولی این اشکال نوین به این علت میگم جریان داعش یک جریان اجتماعیه. اجتماعی به این مفهوم نیست که یک جنبش اجتماعی در جهت تغییر مناسباته. وقتی داعش رو پاسداران در واقع یکی میبینم، یعنی در یک شرایط مشخصی این ساختارها به وجود میاد، این ساختارها انگیزه های اجتماعی دارن، عوامل اجتماعی دارن، عوامل تاریخی دارن، در واقع شکل میگیرن و سرمایه از این عوامل استفاده میکنه. یعنی تا زمانی که اینا در جامعه نهادهاشون وجود نداشته باشه، طبیعتا نمیتونن اینا خود به خود اینا رو به قول معروف بیان از بالا اینا رو درست بکنن. اینا مزدور آنچنانی که چه میدونم اونجوری که امریکا مزدور تربیت میکرد اینا نیستن. اینا در واقع عوامل اجتماعی دارن. به همین علتی که امروز داعش به عنوان یک جریان ارتجاعی عقب افتاده هر جا میره، عوامل اجتماعی موجود در اون محیط های مختلف هست که میپذیره این رو و بهش میپیوندن و این به یک نیروی تبدیل میشه. این کاملا عمل کرده، این طبیعتا یک عمل کرده ارتجاعی عقب افتاده و عمل کردیست در جهت منافع سرمایه. ولی مشخصا به طور مشخص همه جانبه نماینده سرمایه نیست، بلکه نماینده یک سری افکار
افکار عقب مونده روابط مستقیم هست که این رو در روابط عمل کردشون در رابطه با مسئله زن و در رابطه با کلیه قوانین عقب افتاده هم نشون میده. یعنی این شرایط رو اگر قبول بکنیم که این تحول داره انجام میشه، این تحول رو در چه چارچوبی بررسی میکنیم؟ در چارچوبی بررسی میکنیم که یعنی چرا این اشکال در سالهای مثلا 60 به وجود نمی اومد. باید توضیح بدیم که این اشکال حاصل چه تحولی در جهان سرمایه‌داری، یا باید بگیم اصلا ربطی به جهان سرمایه‌داری نداره. یه عده‌ای از بالا تصمیم میگیرن امروز این کار رو بکنن، فردا اون کار رو بکنن. به نظر من اینجور نیست. عواملی که این جریانات رو از نظر اجتماعی شکل میده، وقتی که مسئله قیمت نفت در ایران بالا میره، قیمت نفت به علت سرمایه‌داران شدن خودش بالا میره، باید ساختارهایی مثل اوپک رو شکل بده. برای همین دیگه به قول معروف نقش شاه این نبود که اومد به نوعی هوادار بالا رفتن قیمت نفت شد. نقش شاه در واقع در تطابق با این شرایطی بود که بتونه در واقع شرایط خودش رو حفظ بکنه و سیاست نوین رو بپذیره در عربستان به همین صورت. ولی این شرایط امروزه تغییر کرده. این شرایط شما در تمام دنیا اگه نگاه بکنین، جایی که این امر هژمونیک رو به عنوان هژمونیک سرمایه قبول کردن، مثل اکثر کشورهایی در امریکای جنوبی، در واقع دیگه اون حیات خلوت امریکا نیستن، بلکه به طور مستقیم در رابطه با بازار حرکت میکنن. بعد بحث دیگه ای که هست رو ها صحبت از این میکنن که گویا امروزه امریکا در خاورمیانه برای بازار داره رقابت میکنه یا عوامل نظامیشو به کار میبره. ببینید شما این مسئله رو در نظر بگیرید که خود بازار امریکا، بازار داخلی امریکا بزرگترین مشتری چین هست. یعنی شما رفیقمون سیاوش توضیح داد 35 میلیون کارمندی که برای والمارت کار میکنن، شما توی فروشگاه والمارت برین شاید 85% تولیدات از چین میاد. یعنی تمام این عواملی که یعنی از یک طرف بازار خودش رو، بازاری که میتونه با قوانین خودش کنترل بکنه، میتونه تعیین کننده باشه در این بازار، این بازار رو ول کرده، با چین بزرگترین به قول معروف موازنه کسری موازنه ارزی رو داره و تجاری رو داره، ولی مثلا میره در چه میدونم سوریه، مثلا بازار سوریه یا عراق رو تشکیل کنه. به نظر من این پایه اقتصادی نداره. یعنی این وقتی که به کلیت جریان نگاه میکنیم، میبینیم که عوامل دیگه ای شکل گرفته. یعنی عوامل دیگه ای که به نظر من در واقع همونجوری که گفتن جناح بندی های درون سرمایه طبیعتا سیاست های مختلفی رو برای پیش برد منافع سرمایه در نظر دارن، ولی اون چیزی که منافع کلیت سرمایه رو به پیش میبره اون منطق سرمایه است. منطق سرمایه جدا از اراده انسان ها عمل میکنه، جدا از اراده کشورها عمل میکنه. منطق سرمایه منطقیه که جنگ امپریالیستی رو شکل میده، نه آلمان نه هیتلر، بلکه منطق سرمایه است که اون شکل از عمل کرد رو برای پیشبرد امر خودش به وجود میاره. امروزه هم دقیقا در همون چارچوب عمل میشه به شکل دیگه. امروزه من یه جای خوندم که یه تحلیلی بود که همون جوری که گویا انگلستان با مقروض شدن به امریکا هژمونی خودش رو به امریکا تحفیز کرد، گویا امروز چین هم قراره این کار رو بکنه. امریکا با مقروض شدن به چین قراره اینو بکنه. امریکا حالا از نظر نظامی نمیخواد این کار بکنه. نظرم این بیشتر به یک داستان شبیهه. امروزه نقشی که سرمایه در جهان ایفا میکنه، نقشی که به شکلی که اون چیزی که مارکس تعریف میکنه، امروزه سرمایه‌داری، سرمایه قانون ارزش با کلیت خودش داره عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی قیمت کالاها در یک رقابتی که در سطح مونوپول ها
در جهان داره انجام میشه هم قیمت و هم ارزش رو تعیین میکنن در رابطه با سرمایه های مشابه و در رابطه با سرمایه های غیر مشابه، یعنی سرمایه های مختلف، نرخ سود رو در جهان تعیین میکنن. امروزه نرخ بهره در جهان، نرخ دراز مدت بهره در جهان در واقع توسط هیچ دولتی تعیین نمیشه. این عوامل به طور کلی تأثیراتی رو که بر این جوامع از نظر سرمایه‌دارانه شدن میکنه، طبیعتاً شکل دولت‌ها باید عوض بشن. این شکل دولت‌ها، نه دولت‌ها حاضرن به همین صورت کنار برن، نه بخشایی از سرمایه که منافع گذشته خودش رو در اونا داشته حاضر به همین صورت مسائل عوض بشه. در مصر قدرت گذشته دوباره ترمیم میشه، در لیبی در واقع به نومنلند تبدیل میشه، یعنی کسی اونجا منافع سرمایه رو چه امپریالی چه هر اسمشو بذارین کسی تأمین نمیکنه. و در ایران به یک شکل دیگه ای داره عمل میکنه، در عربستان به یک شکل دیگه. با تشکر و رفیق ایلیجان عزیز، سلام مجدد، قصد نباشید و همه تون ممنون. ببینیم، من زیاد وقتتون نمیگیرم، روی چند نکته در واقع به نظرم میاد که مهم است که صحبت بکنم. اول از این کارگر اول ماه می، خیلی تیترهای خوبی می‌نویسین رفیق عزیز، زحمت بکشین دست بلند بکنید. اتفاقا تیترتون مسائلتون در جهت همین پیش برده بحثه، خیلی خوب میتونی کمک کنی. من چیزم اولم اینه که سرمایه که دیگه کثیف و تمیز نداره، که تمیز بودن و کثیف بودن سرمایه تو سودیست که میبره و تسلطی که میتونه. من همچنان بر این نکته به صلاح تاکید دارم که تسلطی که میتونه و باید بتونه به صلاح در برای کسب سودش و تسلط بر بازارش توی زمینه باید تلاش بکنه، به این خاطری که ما عظیمترین، یعنی در واقع قدرتمندترین کشور نظامی جهان و آمریکا رو می‌بینیم که با تمام قواش برای حفظ این بازار و تسلطش توی منطقه وارد میشه. مثلا میتونیم نمونه‌های روشن‌تری هم توی رابطه بزنیم که در واقع همون رقابت سودجویانه سرمایه‌داری که حرف اولو میزنه. مسئله اوکراین یا مسئله به طور مشخص خاورمیانه که صحبت میکنیم، ببینین مسئله‌ای که الان در ظاهر به لحاظ سیاسی اجالتاً بین روسیه و کشورهای وزن کشورهای اروپایی و آمریکایی میگذره، برمیگرده به قراردادی است که قبل از به اصطلاح فروپاشی شوروی برای عقب نشینی از کشورهای شرق اروپا شروع شده، که از این قراردادها این بود که در کشورهای نزدیک به اتحاد به اصطلاح روسیه فعلی، ناتو و دیگر کشورهای به اصطلاح سرمایه‌داری اروپایی حق به اصطلاح وارد شدن یا ورود یا به اصطلاح استقرار نیروهای نظامی تو این کشورها من جمله مسئله اوکراین نداشته باشن. قبل از اوکراین هم میدونید که سالها کشمکش بود بین روسیه و اروپا و آمریکا در لهستان به خاطر سپر دفاعی که قرار بود به اصطلاح اون موقع بر علیه تروریستا در لهستان مستقر بشه و روسیه شدیداً با این قضیه مخالف بود که این به اصطلاح سپر دفاعی یه بهانه بیش نیست، بیشتر تسلط بر اوضاع منطقه است و کنترل در واقع روسیه به نوعی. این به طور مشخص عزیز آبیه. بعد یکی دیگه از چیزها اینه که ببینین وقتی که مسئله چین و روسیه و مثلا آمریکا و کشور اروپایی رو مطرح میکنیم، عمدتاً از سرمایه داران این کشورها که صحبت نمیکنیم، یعنی به موضوع صحبت میکنیم در واقع باید بگیم سرمایه در عرصه ملی داره عمل میکنه. او وقت مثلا اهمیت کشور مثل چین و آمریکا به اصطلاح مورد نظرمون قرار میده. اینجوری نیست، سرمایه همونطوری که میدونین فرای ملی، حالا تو به اصطلاح حالا یه بحث جدیدم نیست که داره شکل میگیره که سرمایه فراقاره‌ای داره میشه. در واقع جلسات یکی دو تا جلسه‌ش هم برگزار شده و ترکیب نیروهای سرمایه‌داری در مقابل هم تا حدودی
در واقع تو قدم های اولیهش داره در واقع سازماندهی میشه. این این زاویه به این قضیه نگاه میکنه. بله، بخشی از سرمایه داران چین رفیق پویان عزیز منافعشون با سرمایه داره آمریکایی گره خورده، در نتیجه در ارتباط به صلاح با این نوع پیش برده به صلاح حالا اون سود سرمایه داران خودشون ناچارن که به صلاح، البته ناچارن که نه، چون اجبارن این چیزو دارن. این برای به صلاح این کثرت حجم سرمایه این خیلی چیزی بدیهی هستش که مثلا فلان سرمایه دار چینی مثلا توی فرض بگیریم، باور بکنید حتما هم میدونید که به صلاح این برای گستردگی حجم سرمایه اصلا سرمایه دارانی با همدیگه سرمایهشون ادغام میکنن که به لحاظ به صلاح اون تکنیک کارش اصلا با همدیگه جور در نمیاد، ولی برای اینکه بتونن این حجم سرمایه رو گسترده بکنه و در واقع با گستردگی به صلاح اون بیشتر بودن سرمایه بتونن توی رقابت جهان سرمایه‌داری در واقع با سرمایه‌داری دیگر بتونن به رقابت برسن، اینه که این با هم شریک میشن، با هم در واقع وارد این داد و ستد میشن. و وقت پر واضح است که ما وقتی مثلا رقابت سرمایه یا سرمایه در ارتباط با سودش نگاه میکنیم، اون جایی که قراره به صلاح تصمیم نهایی گرفته بشه اینه که سرمایه دار چینی به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی به صلاح اون بازاری که میتونه ازش سود ببره عمدتا در آمریکا رو به هیچ وجه عوض نمیکنه با به صلاح سرمایه داران به صلاح رابطه تجاری سرمایه دارانش با ایران. اون حساب کتاب های غلطی است که بعضی مواقع شاهدش هستیم، کشورهای ضعیف به صلاح برای اینکه بتونن سپر دفاعی برای خودشون درست بکنن مثل جمهوری اسلامی فکر میکنن که مثلا در رابطه با مثلا رابطه اقتصادی داشتن و رابطه سیاسی گرم با روسیه و چین برگزار بکنن، بعد در مواقع ضروری مثلا تهدیدهای عملیات نظامی که حالا بازم جای بحثش هست که وقت نمیشه من اونجا تونتون صحبت میکنم براتون، توی حملاتی که با عراق افغانستان عراق و بعدم دنبالش قرار بود ایران بشه، مثلا ایران جمهوری اسلامی میتونه مثلا از وزنه سنگین تری که حامیانش مثلا چین و روسیه باشن داشته باشه در مقابل مثلا تجاوزات نظامی مثلا حالا آمریکا و از این نوع صحبت ها، که اینه که اونجایی که اگر قرار باشه توی نقطه نهایی سرمایه‌داری چینی و سرمایه‌داری روسی در ارتباط مسئله ایران جمهوری اسلامی در واقع مشکل ساز بشه بخواد براش در مقابل با سرمایه‌داری غرب و آمریکا، پرواز است که تو آخرین لحظه به صلاح به نفع سرمایه‌داری غرب یا آمریکایی سرمایه‌داری چین و روسیه تصمیمش رو میگیره و از اون ور میره، برای اینکه اگر قبول بکنیم که سود سرمایه بر اساس سود عمل میکنه، خیلی روشنه که بازار سوداوری سرمایه‌داری چین و روسی در آمریکا و اروپا خیلی سودآورتره تا کشوری مثل فرض بگیریم که حالا جمهوری اسلامی عراق یا از این مسئله که میشه. اما چون بحث مسئله خاورمیانه بود و وضعیت فعلی که علل بحران هستش و در واقع حضور نظامی ارتشهای کشورهای قدرتمند من جمله آمریکا، که چرا مثلا حالا برای مثلا اون حل بحران یا هر اسم دیگه‌ای که توش می‌خوایم بگذاریم مخصوصا در خاورمیانه حضورا نیروی نظامی رو باش وارد نشد و جریاناتی مثل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم جریانات خودسازی رو توی مثلا منطقه وارد میدون میکنه، از جمله القاعده مثلا بن لادن و جریانی مثل داعش و این چیزا رو. دو تا دلیل خیلی روشن داره، یکی این که آمریکا فکر نمی کرد که مثلا اون چیزی که به افغانستان و به لحاظ حمله نظامیش خیلی سریع تونست عمل بکنه در عراق هم این کار رو به سرعت بتونه انجام بده که نشد، بیش از بالای 10 سال مثلا ارتش آمریکا زمینگیر شد با مخارج سرسام آوری که
به صلاح باهاش باید این مخارج رو میپرداخت. و از طرف دیگه هم افکار عمومی در واقع کشور اروپایی و آمریکایی نمیتونست قبول بکنه که به صلاح ضمن این که حضور استعمارگران ارتش آمریکا در منطقه هست، از اون طرف جوانهاش برای سود به صلاح بخشی از سرمایه‌داران آمریکایی جونشون رو از دست بدن. این افکار عمومی این قضیه رو نمیتونست بپذیره. و از طرف یک طرف به صلاح خرج هنگفت نظامی که آمریکا نمیتونست بیش از این متحمل بشه، و از طرف دیگه از دست دادن به صلاح نیروهای به صلاح آمریکایی اروپایی تو اونجا میتونست افکار عمومی اروپایی و آمریکایی رو بر علیه حضور استثمارگرانش تو این منطقه بخدن. در نتیجه دو هدف رو دنبال کرد. در واقع یکی از این چیزش این بود که جلوگیری بکنه از اون سرمایه به صلاح مخارج هنگفتی رو که ارتش آمریکا یا آمریکا یا سرمایه‌داری آمریکا متحمل می‌شدن، و از طرف دیگه هم برای کم کردن این مخارج و مثلا اینکه نیروی انسانیش از دست نده، اینی که به سازماندهی جنایت مثل داعش و این چیزا میپردازه و از اینا هم پشتیبانی بکنه. بعد در نتیجه مثلا اوضاع رو وقتی الان بخوایم به روز تفسیر بکنیم، نگاه بهش بکنیم، میبینیم که به اصطلاح یکی از کشورهایی که الان در حال حاضر نیروی به اصطلاح پیاده نظام سرمایه‌داران امپریالیستی من جمله آمریکایی در منطقه برای حفظ اون سرمایه دراز مدتی که تو بحث اولم به اصطلاح بهش دامن زدم که گفتم که به اصطلاح اوضاع خاورمیانه پرتلاطم، فقر و دیکتاتوری، در واقع شرایط ناامنی رو برای به اصطلاح تثبیت و تسلط دراز مدت سرمایه‌داری امپریالیستی در منطقه به خطر مینداخت، اینی که امروز اگر دقت داشته باشیم ارتش جمهوری اسلامی در واقع یکی از جریانات قدرتمندی است که در منطقه بر علیه داعش داره میجنگه. اگر هم متوجه شده باشین که حتما اخبار رو دنبال کرده باشین، میدونین که تو دو هفته پیش حتی ناوهای میگهای به اصطلاح فانتوم های جنگی ارتش جمهوری اسلامی حتی از رو هوا به بمبارون به صلاح مناطق داعش پرداخت، و نیروی نظامی به صلاح پیاده ارتش سرمایه‌داری اسلامی هم در منطقه به صلاح تحت اون فشار و مسئله گفتگوها و نمیدونم این داستانهایی که واقعا وقتش نیست، وقت زیادی رو میطلبه، در جهت رفع این تحریم‌ها و در ارتباط با به صلاح نزدیکیش با غرب، این نقش نیروی به صلاح پیاده نظامی رو در اون منطقه جمهوری اسلامی هم داره در واقع بهش عمل میکنه. این هستش که این اوضاع، این وضعیت و این به اصطلاح بحرانی که عمدتاً ریشه اقتصادی داره در رقابت با اینو چیز نکنیم، اینو مسئله با کشورها و سرمایه را در عرصه ملی که دولت‌های اینا برش نظارت دارن از این زاویه نگاه نکنیم، بلکه از این زاویه نگاه بکنیم که سرمایه‌داری برای سود بیشترش، تسلط بازار یکی از اهداف بسیار مهم میشه که برای سوداوریش باید این به این تسلط دسترسی پیدا بکنه. اینه که وقت خارج از به اصطلاح خارج از اون مسائلی که ما حالا یا من به شخصا مثلا عادت داریم که عمدتا از زاویه کشورهای مسئله رو انجام بدیم، یا بر تعریفایی که داده میشه به درستی جهان یک قطبی از زاویه به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی، ولی به نوعی چند قطبی در ارتباط با رقابت سرمایه برای تسلط بر بازار، حالا این بازار از فروش و سوداوریش میتونه باشه تا تسلط به اصطلاح یا به دست آوردن به اصطلاح انرژی ارزون، مواد خام ارزون و نیروی در واقع کار ارزون. این چیزا رو پیشنهادم، حالا پیشنهاد نظرم این است که بعد ما در نظر قرار داد و از یه زاویه نگاه بکنیم که چطور میشه که در واقع در این که جهان یک قطبی است و سرمایه داری به اصطلاح اون بلنگ باز و هر جای دنیا و هر روشی که دلش میخواد عمل میکنه، ولی در این هم در رقابت هایی با هم دیگه عمل میکنن، مثل همین درگیری اوکراین، مردم مظلوم اوکراین که بین برای قدرت بین دو کشور یا چند کشور قدرتمند جهانی بیگناه دارن قتل عام میشن، یا در خاورمیانه به عینه در افغانستان، عراق، تونس، لیبی
و سوریه را هم شاهدش هستیم که کشاکش قدرت در واقع برای تسلط بر بازار و سوداوری سرمایه، چجوری مردم بیگناه و در واقع داره از دم تیغ میگذرونه. بیشتر یک دو تا در واقع چیز داشتم از صحبت های دوستان رفقایی که مطرح کردن، یادداشتی داشتم که دیگه حالا زیاد سرتون درد نمیارم چون چارچوب این بحث خیلی وسیع هستش، منتها تلاشم بر این بود که به این نکات اساسی نه به خاطر آفتاب نه به نظرمون بسرا من مطرح کردم. اینی که من فکر میکنم که اوضاع به صلاح به این راحتی روال خودش طی نخواهد کرد. مسئله رفیق پویان هم مسئله نفت و عربستان سعودی رو مطرح کرد. اتفاقا عربستان سعودی توی یک ماه و نیم گذشته در نشستی که در اوپک داشت تنها کشوری بود که به تولید بیشتر نفت و ارزان قیمت ارزان بودن به صلاح تولیدات نفتی در واقع مسلط رأی مثبت بود و کاری هم به این مسئله نداشت که کشورهای دیگه حالا متضرر میشن یا که نمیشن. بعد تفسیرات به اصطلاح کارتل های نفتی یا اقتصاددان های عمدتا نفتی هستم که به عنوان نماینده کشوریشون چه به لحاظ به اصطلاح تعریف از بحران اقتصادی که میدن در عربستان میگن که چون میدان به اصطلاح وسیع و حجم وسیع نفتی داره و سطح تولیدات خودی که انجام میده قیمت نفت هر قدم که ارزون بخواد باشه و عربستان سعودی اونقدر فشار به سر مالی اعمال نمیشه تا اونجا به نسبت مثلا کشورهای مثل جمهوری نکبت سرمه اسلامی که واقعا چنان این گلوی نظام سرمه داری اسلامی رو فشرده که طی به اصطلاح دو هفته اخیر و اخبار روزی هم که بخوام توی رابطه ارزون شدن نه به عرضتون برسونم، هم دلار هم اورو و هم چند روز پیش حتی نون دیگه من میگم وقت نیم نون در ایران قیمت سرسام‌آور گرونتر شد و یکی چشم دیدم وقتتون 4 دقیقه زنده بشین برام 4 دقیقه هم زیر ممنون پرواز عزیز که حتی 4 دقیقه چیز میکنه. مرسی. اینه که اینجور دامنه به صلاح اون چیزی که ولی تو سطح گسترده سرمایه داری پروازه است که ارزون شدن قیمت نفت میلیاردها دلار باور بکن به همین قیمتی که حالا ننگق دقیق میلیاردها دلار در واقع روسلند و در رأسش به صلاح پوتین متضرر شدن که اگر این ارقام رو مثلا بخوایم در رابطه با جمهوری اسلامی چیز بکنیم مثلا به لازم اقتصادی باید این حکومت ها رو منفجر بکنه از جا بکنه و ببره کنار. این هم برمیگرده باز به اون به صلاح هم وضعیت سرمایه جهانی تو اون رقابت های مسئله که تسلط به بازار مسئله اوکراین و اون سپر دفاعی و قراردادهای قبل و این مسئله جزگیم و از اینجا فراموش هم نکنیم که سرمایه بسیار هنگفتی رو در واقع از طریق فروش نفت و گاز روسیه به دست آورد که تونست یک بار دیگه به لازم مقیقت اقتصادی وضعیتی پیدا بکنه که یک بار دیگه مفسرین حافظ نظام سرمایه‌داری به دوران جنگ سرد به لحاظ قدرتمند بودن اقتصادی و از طریق فروش نفت و گاز روسیه رو به صلاح بار دیگه تاریخ و از زاویه نگاه جنگ سرد بهش نگاه بکنه. زنده باشید. من مایکو برمیگرم بیشتر وقت نمیگیرم.